مسئله ای از تکوینی سنت پروردگار این گونه قرار گرفته است که همیشه بهترین ها و بدترین ها از نظر زمان و مکان بعضی از شرایط دیگه یکسان هستند و این واقعا مطلب عجیبی است توضیح عرض میکنم این قانون و سنت الهی را ولذا میتوان افراد رو با ضد اونها شناخت میگی مال کل موسا فرعون برای هر موسایی خدای فرعونی قرار میده به محضی که بناس موسایی در این عالم به دنیا بیاید برنامه هدایتگری خودش از جانب خداوند آغاز بکنه نمیدونم چرا خداوند زودترش یه فرعونی براش آماده کرده است این موسای بنده خدا باید با این فرعون درگیر بشیم تو عرف الاشیا به ازداده ها آدم چیزها رو گاهی با زدش میشناسد اگر بخواهید بفهمید خباست فرعون را باید موسا رو خوب بشناسید اگر بخواهید عظمت موسی رو بفهمید باید خباست فرعون رو خوب درک کنید یه سنت الهی است توضیح میدم باز مطلب را ببینید بهترین موجود این عالم بهترین ها انسان ها از میان انسان ها بهترینشون انبیا و اولیاء الهی هن. از میان انبیا و اولیاء الهی به برز و برزگزیدگان خداوند عزوجل محمد و آل محمد اول ما خلق الله پیغمبر فرمودن نوری برگزیده ی همه آفرینش پیغمبر گرامی اسلام ما دیگه از پیغمبر بالاتر نداریم نه ملائکه نه اجنه نه موجودات نه انسان ها اشرف کائنات حضرت ختمی مرتبت هست خب از نظر ظاهر دنیوی از نظر خلقت نورانی و عوالم دیگر که خب همیشه برتر بودند و عرض کردیم فرمودن اول ما خلق الله نوری اما بیاید تو ظاهر به دنیا آمدن توسط مادری به نام حضرت آمن پدری به نام حضرت عبدالله ببینید در کجا واقع شده است و در چه زمانی در مکه مکرمه این پیغمبر به دنیا میان روی این قاعده ای که عرض کردیم بهترین انسان روی این کره زمین از ابتدای آفرینش تا انتهای آفرینش پیغمبر گرامی اسلام در یه زمانی در مکه مکرمه به دنیا میاد بدترین آدمای روزگار از اول آفرینش تا آخر آفرینش تو مکه تو همون زمان تو همون ایام به دنیا میاد واقعا عجیب کیا داریم عرض میکنیم معلومه ابو جعلا ها، ابو ها اگر هم یه خود بیشتر دقت کنید ابو ها و عمرها اینا هم اونجا به دنیا میان امیر المؤمنین صلوات الله علیه اللهم صلوات الله مصلی که چی میتونیم بگیم به امیر المؤمنین هرون چه به پیغمبر میتوان گفت راجب امیر المومنین هم میتوان گفت نفس پیغمبرن اون مقام در میان ملائکه تو آفرینش تو آسمان ها الله اکبر از مقام امیر همزمان تو همون ایام این دو تا خبیس سه تا خبیس خبیس های دیگه مثل معاویه دشمنان امیر المومنین هم تو مکه به دنیا میان تو همون زمان شما اگر بخواهید بفهمید تعرف الاشیا به از داده ها کردیم سنت است بخواهید بفهمید خباست عمر ابن الخطاب را خباست معاویت ابن ابو را نخواهید فهمید مگر که مقام امیر المومنین رو بشناسید اگر بدانید مقام امیر را، رو وقت میفهمید ما چه میگیم از قلبمون از اعماق وجودمون لعن میکنیم و فریاد میزنیم از اون است که محبتمون به امیر المومنین این گونه است به همون شدته ولذا بغزمون هم به اینا به همون شدته اگر محبتمون به امیر ضعیف باشد البته بغزمون هم نسبت به عدایشون ضعیف خواهد بود این خیلی روشن و واضحه